دوستان عزیز، میرسیم به گرامر. بخش یک گرامر کوچیکی داره این درس دومتون. خیلی گرامر سختی نیستش. گرامر اولتون که در مورد ماضی مطلق بود، اونو توضیح دادیم. یه گرامر کوچیک، گرامر که نمیشه گفت، یه نکته کوچیکی داره که اونو حالا بهتون الان میخوام توضیح بدم. خب، حرف های ربط یا بالاچلار. بالاچ یعنی ربط، حرف ربط کلن. بالاچلار یعنی حرف های ربط. خب ببینیم ما چند نوع حرف ربط داریم. حرف ربط چیه؟ حرف ربط منظورش اینه که مثلا جمله، دو تا جمله، دو تا کلمه، دو تا چیز رو به هم دیگه ارتباط میده. اولی میگه، اولین کلمه ربطمون چونکه هستش. ببینید ما یه سری جاهای خاص بعد از چونکه استفاده کنیم. کی بعد از چونکه استفاده کنیم؟ ببینید توضیحش رو نوشتم. اگر اول نتیجه عمل و بعد دلیل را بگوییم، باید از چونکه یا همون چونکه استفاده کنیم. پس هر وقت شما اول نتیجه رو بیارید بعد خود دلیل رو بیارید، باید از چونکه استفاده کنید. مثل چی؟ مثلا مثل حسان دیدیم چونکه الیم کرلمش. نگه بیمارستان بودم چونکه دستم شکسته. خب ببینید حسانه دیدیم نتیجه کار دیگه، معلوم بالاخره نتیجه کار اینه که معلوم بیمارستانم. خب بعدش اومده دلیل این که چرا بیمارستانه رو گفته. پس هر وقت شما اول نتیجه رو بگین بعد دلیل رو بگین، باید از حرف ربط چونکه استفاده کنین. حرف های ربط بعدیمون اینا هستن. حرف های ربط، ببینین حالا ما برعکسش هم داریم دیگه. اگه اول دلیل بعدش نتیجه رو بیاریم، از کدوم استفاده میکنیم؟ اون موقع از حرفای ربط بونیدنله، بویوزدن، بویوزدن یا بوسببله یا بونون ایچین. همه اینها معنی همون از این رو، به این سبب، به این خاطر، همشون از این به این معنی رو میدن. همشون هیچ فرق نمیکنه شما از کدوم کجا استفاده کنید، چون ذاتاً همشون نقششون یه چیزه و معنیشون هم یه چیزه، پس هیچ فرقی نمی‌کنه. پس اگه اول دلیل بیاد بعد نتیجه، از اینها استفاده می‌کنید. مثلا برعکس همون بالایی، الیم کرلمش بو یوزدن هاستانه دیم، میگه دستم شکسته به خاطر همین بیمارستانم. پس اول دلیل بعد نتیجه رو آورد. پس به خاطر همون فارسی هم در از شما از این استفاده میکنین قطعا، ولی شاید حالا دقت نکرده باشین. ما اگه اول دلیل رو بیاریم بعد نتیجه رو بیاریم، از حرف حالا به این خاطر، به این سبب، از این رو، به این دلیل، از اینها استفاده میکنیم. خب میریم بخش تمریناتتون. بخش تمریناتی که این کتاب برای این گرامر گفته اینا هستش که اون بالا هم نوشته. حالا من همین توضیحی که این بالا داده رو برای شما همونجا توضیح دادم، همون توضیحی که من گفتمه، فقط من با مثال بهتون گفتم. تمرین اولش داره میگه آشادکی با شوکلاره چونکو بو سببله بو ندنله بو یوزدن ایله دولدورالم. میگه جاهای خالی که پایین داده رو با بو یوزدن، به این، از این رو، بو ندنله، به این سبب، بو سببله، به این دلیلی، حالا به این سبب، چونکه، همون چونکه خودمون، پرش کنید با این کلمات، پرش کنید. خب دین چوک یورولدوم، میگه دیروز خیلی خسته شدم. خب دیروز خیلی خسته شدم، میخوام بگم که چی؟ دین چوک یورولدوم، دیروز خیلی خسته شدم. توپلانتمز، توپلانتمز ببخشید، خب توپلانتمز چوک uzun sürdü. میگه که خیلی خسته شدم، جای خالی توپلانتمون یعنی جلسه‌مون خیلی طول کشید. خب اولش نتیجه رو آورده دیگه، در هر صورت خسته شده، حالا دلیلش چی بوده؟ دلیلش رو بعدش آورده. پس از چونکه استفاده میکنیم. من اینو میذارم شماره یک، که حالا دیگه اینو فقط یک و دو بزنم. دو، اینم دو میزنم. حالا اینم سه، اینم که چهار میزنم. دیگه علامت شماره بذاریم براشون. خب پس اولی میشه شماره یک.
دومی Ali çok çalışkan. جای خالی sabahları çok geç kalkıyor. بچه اینجا یه کتاب یه اشتباه کوچیکی کرده، یه سوتی کوچیکی که داده این بوده که جمله ها رو با همدیگه اخت نداده. یعنی این جمله اول آورده علی چوک چالشکان، علی خیلی کوشاست، بعدش ادامهش آورده گفته سواهلارو چوک گچ کالکیور، خب با همدیگه نمیخونه. بخاطر همین حالا من این چالشکان رو خط میزنم، خودمون درستش میکنیم دیگه، و بجاش میزنم تمبل، به جاش کلمه تمبل رو بیاریم بنویسیم. کلمه تمبل که حالا نوشتار درستش رو من اینجا براتون می‌نویسم که بزرگتره. تمبل اینو بنویسین تو اونجا، خیلی بهتر از کلمه چالشکان هستش. فقط اینکه چالشکان با جمله‌ای که بعدش آورده زیاد نمیخونه با هم دیگه، خاطر همین اون چالشکان رو حذف کنین که حالا این جمله رو با هم دیگه بخونه. چالشکان، خب چالشکان رو خط زدیم، یه آلی چوک تنبل، جای خالی صباحلارو چوک گچ کالکیور، میگه خیلی تنبله به خاطر همین دیر بیدار میشه. خب علی تنبله، خب این نتیجه است دیگه، درسته؟ علی تنبله شد نتیجه کار یا شد دلیل کارم؟ شد نتیجه کارم دیگه، درسته؟ علی تنبل دیگه، نتیجه است بالاخره، هرچی که شده علی تنبله. حالا بو یوزدن یا بو سبه پلی یا بو ندنله، هر ستاشو شما میتونی بزنی، هیچ فرق نمی کنی، نقششون یکیه. پس اینم حالا دومی، میتونیم حالا دومی رو نوشتم. شماره دو، بو سبه پلی صباحلارو چوک گچ کالکیور، به همین دلیل صبح خیلی دیر بیدار میشه. سومی، geçen yıl tatile Paris'e gittik ve çok para harcadık. میگه سال پیش به پاریس رفتیم و خیلی پول خرج کردیم. جای خالی بو یل تاتیله گیتمیوروز، میگه جای خالی مثلا دیگه امسال به تعطیل نمیریم. خب الان اولین جمله‌ای که آورده دلیل کاره یا نتیجه کاره؟ ببینید نتیجه اینه که امسال دیگه تعطیل نمیریم. دلیلش چی بوده؟ این بوده که ما سال پیش خیلی پول خرج کردیم تو پاریس. پس بوی زن یا تعطیله، پس میشه یا حال دو. حالا اینجا بنویسیم سه. دو تا سه تاش هم میگم که درستش فرق نمیکنه. بو سه بو ندنله بو یل تعطیله گیدمیوروز، به همین دلیل دیگه امسال تعطیل نمیتونیم بریم یا نمیریم. آیلینلر گچن هفته بیزه گلمدیلر، یعنی آیلین ها مزرش که آیلین مثلا اونها خانواده اونها خونه ما نیومدن. جای خالی اولو ژاپن یا گیتی، پسرش رفته به ژاپن، ژاپن رفته. خب الان جمله اولش برای شما دلیله، دلیل کارتونه یا نتیجه کارتونه؟ خب جمله اولش نتیجه است، نیومدن دیگه، حالا دلیلش چی بوده که نیومدن بعدش گفته. جمله اولتون نتیجه کارتونه. خب پس اگه اول نتیجه بیاد بعد دلیل بیاد از چونکه استفاده میکردیم دیگه، پس چونکه میذاریم اینجا شماره یک میشه چونکه اولو ژاپنیا یا گیتی. پنجمی، سناودن چوک از پوان آلدم، یعنی از امتحان خیلی نمره کمی گرفتم، نمره پایینی گرفتم. جای خالی آنم بانا بیراز کزده، مادرم که من عصبی شد. خب اولی دلیل کارتونه، دومی که آورده نتیجه کارتونه. نتیجتون اینه که حالا مادرش بهش عصبی شده دیگه، حالا به هر دلیلی که بوده دلیلش رو اول آورده. پس اول نتیجه بعد دلیل رو اول دلیل رو آورده بعد نتیجه رو آورده. خب سناودن چوک از پان آلدم بو یوزدن یا بو سبپله یا بو ندنله، هر دوتاش درسته. آنم بانا بیراز کزده. اینم از این تمرین. تمرین بعدیتون گفته که 5 تا جمله بنویسید. اینو برای خودتون تمرین میتونید انجام بدید و بهتون توصیه میکنم این کار حتما انجام بدید، چون بعضی انجام نمیدن و از روش رد میشن، ولی این کار انجام بدید خیلی بهتر، چون جمله سازیتون بالاخره بعد چیزایی که یاد گرفتیم بتونید استفاده هم بکنید.
من دیگه اینجا رو حل نمی کنم براتون، چون دوست دارم اینجا رو خودتون حل کنید. خودم یه فعالیت هایی داشته باشید، چون من اکثرش رو حل کنم چشمتون می بینه و دوست ندارم که یه جورایی چشتون عادت کنه. دوست دارم خودتون هم به ذهنتون فشار بیارین و بتونین یه جمله سازی از چیزایی که یاد گرفتین، از کلمات، از گرامرهایی که یاد گرفتین هم بتونین استفاده بکنین. پس این بخشم تا اینجا به پایان میرسونیم و تا جلسه بعدی، تا بخش بعدی، با امید دیدار.